بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان. سلام و درود بینده های عزیز تلویزیون ملی. امروز روز اول سال 1402 است و سالی که گذشت هر گونه ای که گذشت، امیدوار هستم که سال آینده که پیش رو دارین سال 1402 بهترین سال زندگی شما باشه. باز هم میلاد امیری در خدمت شما عزیزان قرار دارم. امروز آمدیم به سر زیرزمینی شهر کابل، دی افغانان شهر زیبای کابل، جایی که برای اولین بار نمایشگاه بزرگ قرآنی افتتاح شده و کتاب‌های اسلامی، انگلیسی و بقیه کتاب‌ها در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. شما چند تصویر زیبا از این نمایشگاه ببینین، با ما باشین، دوباره برمیگردیم. سلام عرض ادب، خوب است؟ انشالله صحت مند. سلام برای شما تقدیم میکنیم، بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. میشد اول خودتان معرفی بکنین؟ این جانب غوث الدین، مدیر عمومی فروشات ریاست بیهقی و مسئول نمایشگاه کتاب همین نمایشگاه. خیلی خوب، درباره نمایشگاهی که امروز برگزار شده خیلی کوتاه میشه معلومات بدین، چگونه نمایشگاه است که ما هم کمتر میفهمیم؟ این نمایشگاه به افتخار کتابخانه بیهقی که بعد از 4 سال دوباره فعال شده و یک نمایشگاه قرآنی است که برای مدت 3 روز در اینجا نمایشگاه گرفتیم. به مدت 3 روز؟ 3 روز، بله. و هدف از برگزاری این نمایشگاه چی بود؟ این نمایشگاه به خاطر تجدید فرهنگ و کتابخانه است که محمدان عزیز با این نمایشگاه قرآنی است که به خاطر ماه مبارک رمضان است که مردم ها بیان از کتابی که قرآن کریم استفاده کنن و با پول بسیار، بله، با پول بسیار کم. واقعا که در راستای خریداری کتاب ما خیلی تنبل هستیم، در حالت که قیمت یک کتاب خیلی پایین است اما قیمت معنویش که خیلی بالاست. این کتاب هم قرآن کریم است که ما تقریبا دیروز به چاپ رسید. ما با چهار رنگ مختلف این کتاب نو چاپ کردیم، خاص به خاطر ماه رمضان که مردم بیان از این مستفید شوند. یعنی کتاب ها را خودتان چاپ کردیم؟ این کتاب چاپ خود ماست، کتاب ریاست انتشارات کتب به یقین. چقدر خوبی. در حال از دوستای عزیز که تمام کتاب ها و قرآن کریم هایی که ما شما مطالعه می کردیم، تلاوت می کردیم، سال های قبل از کشورهای خارج از افغانستان کتاب وارد می شد به افغانستان. بله، همین کتاب قرآن کریم که ما چاپ کنیم، فکر نمی کنم که ایران و پاکستان رو چاپ کنم. از نگاه کاغذ، از نگاه دیزاین نمیتونن که همین چاپ کنن. ماشاءالله، واقعا دل آدم میشه که همیشه بغلش کنه. خب به هر صورت شما از کیفیت شان هم صحبت کردین، کیفیت خوب داره. بله بله، بهترین کتاب است و میتونیم که جلد چند هدیه بکنیم قرآن عظیم شان را. قیمت از بسیار قیمت نازل است، 220 افغانی. چقدر ارزان، خاص به خاطر امتانان عزیز که از استفاده کنن و ببرن به خانه خود. بسیار خوب، ما خیلی خوشحال شدیم که از این بعد قرآن عظیم شان در وطن عزیز خود ما چاپ شده، ما از محصولات خود ما، از تولیدات خود ما استفاده بکنیم. چقدر خوب است. ما بهترین مطبوعات داریم، بهترین کاغذی که ما چاپ میکنیم. فکر نمیکنم که ایران و پاکستان می فعلا نمی چاپ که ما کردیم بتونن. بدون شک نمیتونن، ان شاء الله. و همین کتاب است، همین قرآن عظیم شان است که دنیای ما را و آخرت ما را میسازد، برخلاف بقیه کتاب ها. خیلی کتاب ها برای سرگرمی است و دفتن میخونیش میگذره به خاطر سرگرمی، ولی قرآن عظیم شان که از طرف خداوند به خاطر هدایت بشر نازل شده، میتونه که دنیای ابدی و آخرت ما را درست کنه. سلامت باشین. همچنان خیلی خوشحال شدم. قرآن سلامت باشین. میندای عزیز، شما در ادامه برنامه با ما همراه باشین. ماشاءالله، ما که میبینم واقعا افتخار میکنم، کتاب هایی هستن که در گفتن که در وطن خود عزیز ما چاپ میشه و پر جاذبه ترین دکان یا نمایشگاهی که مدعی این نمایشگاه دیدم از کتاب قرآن کریم همینجا بود. بیشتر صحبت میکنیم امروز صاحبشان. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشین. خوش آمدین. زنده باشین. قربانتان، سلامت باشین. میشد اول خودتان معرفی بکنین؟ اسم من قاری عبدالکبیر محمدی، مدیر انتشارات منادی نور کابل. خیلی خوب، سلامت باشین. ما در اول هم گفتم که قرآن کریم های قرآن شریف هایی که شما در ایجا به نمایش گذاشتین واقعا خیلی پر جاذبه است، خیلی مقبول است، آدم دلش میشه که به شوق بخونه.
چشمتان بیناست، واقعا قرآن کریم کلام پروردگار است، کلامی با ارزش است، کلامی هست که باعث هدایت تمام انسانهای روی زمین است. اما وقتی که ما کاروبار قرآن کریم میکنیم، در پهلوی از اینکه اندک منافعی برای ترقی کاروبار خود تلاش میکنیم، اندک منافع میگیریم، باید تلاش بکنیم آنچه که با کیفیت ترین و بهترین است به ملت عزیز خود عرضه بکنیم. خیلی خوب. و این کار که شما میکنین هم ثواب است و هم خرما، درست است؟ و یکی از کتاب قرآن کریم هایی که مرا خیلی شگفت زده کرد، اجازه است بگیرم؟ ماشاءالله، نام خدا. قرآن کریمی است که با دروازه مکه شریف، خانه خداوند جل جلاله او تزیین شده. اما تو درست؟ بله بله بله. و میشه درباره از قرآن کریم شما معلومات بده؟ این قرآن کریم فعلا تا فعلا چاپ لاهور است. ما تلاش داریم که در داخل وطن بخیر روزی شود که ما در داخل وطن ترتیب بکنیم و خود ما به متن خود عرضه بکنیم. این قرآن کریم ما تجویدی هست، 15 خط 15 خطه میگن و ضمناً بسیار خوب تزئین شده که نمای بسیار خوب داره، جذابیت خوب داره و ضمناً یک خصوصیت دیگر در قرآن کریم این است که اینا خوشبو دارن. خوشبوی از اینا برای دائم، برای همیشه میباشه. قسمی که ما چهار رنگ بالای کاغذ چاپ میکنیم، یک مرتبه دیگه خوشبوی از این بالای از این چاپ میشه که از بین نمیره. و یک بار اگر کسی قرآن کریم در خانه خود تلاوت بکنه، تا شام معطر میباشه خانوادش. واقعا شگفت انگیز است. به عنوان حرف آخر، میتونین که پیامتان به بیندای عزیز ما برسانین درباره نمایشگاه و یا خارج از نمایشگاه باشه؟ پیام ما به هموطنان می است که هر قدر مشکلاتی که ما در زندگی خود داریم، ای به خاطر از این است که ما از مذهب خود، خصوصا از قرآن هدایتگر و روشنگر فاصله گرفتیم. بیاین همه هموطنان عزیز ما در این فصل، در این ماه مبارک رمضان، در این ماه نزول قرآن، با قرآن خود نزدیک بکنیم، با پروردگاری را که سالها پیش ما قهر کردیم خود ما، با او آشتی بکنیم. و اگر یک قدم ما برای طرف پروردگار خود نزدیک شویم، 10 قدم به طرف ما نزدیک میشه و این باعث بهبودگی و باعث مثلا سعادت دنیا و آخرت ما میشه. تشکر، سلامت باشین. بخیر، سلامت. السلام علیکم. یک نکته خیلی جالب و اساسی را برادر از ما اشاره کردن، این بود که ما در واتساپ، در اینستاگرام، در فیسبوک یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد، 10 دقیقه بعد آنلاین هستیم و دید و بازدید می داشته باشیم. اما تنها قرآن عظیم شان است، با وجود از اینکه ما مسلمان هستیم، که تا یک سال نگذره ما رویش را باز نمی کنیم در ماه مبارک رمضان. و جای خوشی ای است که الله متعال مهربان هست و ماه مبارک رمضان را به ما و شما عطا فرموده و بهترین فرصت به ما و شما عزیزان هست که از این ماه ما سخت استفاده خوب داشته باشیم. شما در ادامه برنامه با ما باشین. نمایشگاه قرآنی است، اما کتاب‌های انگلیسی هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. میریم ببینیم چگونه کتاب‌های هم ما در این نمایشگاه داریم. بیندای عزیز، قسمی که به شما گفتم، بجز از قرآن کریم در این نمایشگاه کتاب‌های گوناگون هم به نمایش گذاشته شده. کتاب‌های قصه است، انگیزشی است، کتاب‌های روانشناسی است. میریم می‌بینیم که ایج هستن، ببینیم که چگونه کتاب‌ها است. سلام علیکم. و علیکم السلام. صدمن خوب است ان شاء الله. خیر، خیر، بخیر است ان شاء الله. باش که اول از خودت مصاحبه بگیریم، به خاطر که اومدی که کتاب مطالعه کنی و خریداری کنی. چطور؟ خواهش میکنم، هم مطالعه کنیم هم اومدیم خریداری کنیم. ماشاءالله. خیلی پیش از اینکه گپای ما را شروع کنیم، میشه خودت معرفی کنی؟ من عبدالجبار هستم. عبدالجبار، خیلی خوشحال هستم از دیدن خودت. میشه که بر ما بگویی که هدف از آمدنت به این نمایشگاه چی بود؟ چقدر شوق علاقه داری به کتاب و کتاب خواندن؟ حالا هدف ما از این است که اومدیم نمایشگاه را ببینیم، بازدید کنیم و کتاب ببینیم، مطالعه کنیم و بخریم. او جوانان را تشویق میکنیم که کتاب از موبایل کده از کتاب زیاد استفاده کنن، بهتر است. هم علم دانششان بهتر میشه، پیشرفته تر میشه. خیلی خوب است برای جوانان. بیشک. اگر ما جوانان از موبایل کده از کتاب استفاده بکنیم و همه قدر وقت که صرف موبایل میکنیم صرف کتاب کنیم، هم افغانستان وطن و وطن عزیز ما ان شاء الله جور میشه. درست است؟ اگر 100% جور نشه، 80% ان شاء الله جور میشه. بعد جوانان کمک کنن، دست بتن فامیلی مطالعه کنن. از این موبایل چیز جور نمیشه که همیشه بر موبایل مصروف باشن.
باید کتاب مطالعه کنند. انشالله درسای قرآنی مطالعه کنند فهمیدی بهتر است. خیلی خودت یک کار کو امی دنبال کتاب هایی که میخوایی باش. ما هم میریم امرای صاحب امی جه صحبت میداشته باشیم. سلامت باشی. خیلی خوشحال شدیم. انشالله کنند. قربانت بخیر باشی. بین بیرم بیندای عزیز من این طرف دار بخورم. اجازه خواست انشالله. سلام علیکم. خوب است انشالله. سعدمند. تشکر. بخیر باشی. در اول میشه خودت معرفی بکنی و نام زیبایت بگوی. اسم ما شفیع الله، یک تن از کتابفروشان شهر کابل. خیلی خوب است. و ما در اون طرف که رفتیم قرآن عظیم شان به نمایش گذاشته شده بود که مردم عزیز ما میتونستن که هدیه بکنن و یک فرصت محدود از برشان سه روز که بیان به خاطر ماه مبارک رمضان و بقیه روزهایشان کتاب خریداری بکنن. و در این قسمت از نمایشگاه کتابهای انگیزشی، مثلا کتابهای بقیه گذشته از کتاب های اسلامی پیدا میشه. میشه معلومات بدین درباره کتاب ها؟ خب اینجا این نمایشگاه که هست هر رقم کتاب ها اینجا هست. کتاب های دینی هست، کتاب های تاریخی هست، کتاب های داستانی هست، هر نوع کتاب اینجا برای یک سه روز است فکر میکنم که نمایشگاه بله. هست، هر نوع کتاب هست. خودت ایجا آمدی که کتاب هایی که داری را به فروش برسانی؟ بله ها. خیلی خوب. تو کدام زره سودا هم کردی؟ بله ها، سودا کردیم. ماشاءالله خوب است. مردم به کدام کتاب ها زیادتر علاقه دارن؟ چگونه کتاب ها باشه؟ روانشناسی، قصه انگیز چی باشه؟ والا ذوق ها مختلف است. بعضی کسا کتاب های دینی میخوانه، بعضی کسا کتاب های تاریخی میخوانه، بعضی کسا کتاب های معلوماتی میخوانه. کتاب ها خو اکثرتش کتاب های تازه است، مثل چگونه زندگی خود مدیریت کنیم. این کتاب تازه چاپ شده. خیلی خوب. خیلی یک موضوع نیک. دیگه مثلا اینه اینجا یک کتابه که دیگه است به نام تشویش ممنوع است. این کتابه که تازه چاپ شده. خب امسال از اینا کتابه که هست زیاد در بازار هست. بعضی بر ما بگو که خودت هم مطالعه میکنی یا نه؟ بله ها، کم بهش مطالعه هم داره. درست است. کدام کتابه را مطالعه کردی؟ خودم همیشه کتابه دینی مطالعه میکنم. خیلی خوب، ماشاءالله. تشکر. و چطور که کتابه دینی ناوردی امروز در اینجا؟ آوردیم زیاد است. این تفسیر ها داریم، حکایت صحابه داریم اینجا، حلال و حرام است. حلال و حرام است. حکایت صحابه است، تفسیری فی جلال القرآن است. خیلی خوب، ماشاءالله. دیگه یک ساعت میشه که اینجا آمده ایم. تازه آمدید؟ آه، یک ساعت میشه که اینجا آمده ایم. خیلی خودت دیگه به فروشت ادامه بده انشالله که کار وارد خوب باشه، در کار وارد برکت. ما هم میریم یکان جای دیگه میگردیم. نکنام باشی. تشکر. سلامت. خوشحال شدیم. سلامت باشی. بخیر باشی. شما در ادامه برنامه با ما باشین، ببینیم که چی چیزهای دیگه پیدا کرده میتونیم. سلام علیکم. سلام علیکم. یکمه که این طرف یک درست در کمره بیایی درست است؟ باش من این طرف در بخورم. خوب است انشالله. تسلامت. تشکر. نامت خودت ابو بیبر؟ نقیب هستم جانم. نقیب جان عزیز، آمدی که از کتاب ها دیدن بکنی؟ بله آمدیم که کتاب سعی کنم که هم کتاب خوب پیدا کنم بگیرم. دنبال چگونه کتاب میگردی؟ دنبال کتاب های مولانا، شمس، ارمیا. خب دنبال کتاب های شیری میگردی؟ آه شیری میگردم. خودت هم شاعر هستی یا نه؟ نه اوقدر، نه خوب مقصد. دوست داری؟ بله بله. یک شعره که بسیار خوب برمامه شده کلمه بکنی؟ والا ما خود اول دبلومه نکردیم، امی پدرم میکنه دیگه، ببینیم چی میشه. هیچ کدام شعر امیال در یادت نیست که فقط بگویی؟ دافزه نیست. خود درست است، دافزه نیست. و تال کدام کتاب بدلت پیدا کردی یا نه؟ فعلا تو هنوز پیدا نکردیم، امی فعلا آمدیم، سعی دارم پیدا کنم بخیر. خیلی خوب. بجز از کتاب های شیری دیگه دنبال چگونه کتاب هستی؟ کتاب روانشناسی. روانشناسی چی باشه؟ چون که بچه های ما که از دو طرف ها که از کمک روانی هستن. خواه برای همه یک چند کتاب میبرم. و ایجا هم فکر کنم کتاب ها را تازه آوردن، ببینیم چی آوردن. سلام علیکم، صاحبش کی هست؟ خیلی من خریدی هست. خوب هست انشالله. شکر. صاحبش خودت هستی؟ بله. خوب امروز چی آوردی؟ کتاب های مود روز آوردیم نگه. کتاب های داستانی است. نگه این کتاب هست. مود روز گفتی یا نه؟ کتاب مود روز داره؟ بله ها. خیلی خوب. کتاب ها که هست مود روز هست. درد همیشه این مود روز است؟ بله ها، یک کل کتاب ها مود روز. خیلی خوب، تازه چاپ شده. و کتاب انشتین و شیوه زندگی. بله. مثل انشتین زندگی کنین. و کتابی که مرا جذب کرد، میفهمی کدام کتاب بود؟ کتاب بادام. ون پیونگسون. مترجم ملیحه فخاری. خیلی خوب. و مردم از کدام کتاب ها بیشتر خریداری میکنن؟ بیشتر حالا خب مکتبی دیگه فعلا همیار آورده. خب از چطور از کاربار چی سودا کرد یا نه در حالی که تازه آوردی؟ آه سودا کردیم. خیلی خوب، سلامت باشی. مزاحم کارت نمیشم، خود تازه آمدی، یکم دست بزن و منظمشان بساز که مشتری ها بیان. درست خیلی. سلامت باشین. سلام خواهر عزیز. سلام علیکم. خوب است انشالله. صدمن میشه ایجا بفرمان که در کمره درست بیاین. اسمتان؟ ریحان فخریار. خیلی خوب خواهر محترم، امروز آمدین که از نمایشگاه دیدن بکنین؟ بله بله.
دنبال کتاب ها هستین یا فقط آمدین دیدن بکنین؟ دنبال کتاب ها هستم و امروز خوب است که در اول سال یک انگیزه خوب بر حس خوب بر دخترها خصوصا بعضی کتاب ها رو جستجو میکنیم و میبینیم که ماشاءالله یک پرشور و جمع جوش اینجا بیشتر است. و ماشاءالله معلوم میشه که خوشحال هستی از حکومت امارت اسلامی، چقدر خوشحال هستی که در روز اول سال چنین نمایشگاهی را کمک کرده تا برگزار شود تا خواهرای عزیز ما و دختر خانم ما دوباره با انگیزه شوند و بیان از نمایشگاه دیدن بکنن، کتاب ها را خریداری بکنن و بخوانن. خب امروز که من بینم فکر کنم یک گام مثبت است، ما میتونیم به یک فال نیک بگیریم، انشالله که بیشتر شوند دیگه، بیشتر یک قسم انگیزه بتن بر خصوصا به طبقه اوناس فرصت های بیشتر بتن. و این اقدام نیک حکومت امارات اسلامی را ما به فال نیک میگیریم و خوشحال هستیم. چیز گفتین داشته باشین ما در خدمت؟ خب من تشکر می کنم از امارات که چنین اقدام را کردن، خدا کنه که اینا جنبه عملی داشته باشه در پروسی از این که بر تحصیل دخترها یک گام مثبت بردارن. انشاءالله ما منتظر هستیم. سلامت، خوشحال شدیم. سلام علیکم برادر. و علیکم سلام گران اخی و صادقی. خوب است؟ انشاءالله صحتمند است. الحمدلله جوانده است. خوب اخی و صادقی تری. نام چی است؟ نام ما واحد گل مومند است. پختو وای است خبر نده سیده؟ خاصم ده ولی نام می واحد گل مومنده. صحیح است. خب آمدی که از این نمایشگاه دیدن بکنی و کتاب مطالعه کنی یا بخری؟ ولی نه گران، یعنی یوازینه شخص که تو هم یوازینه ارمانونو هیلی ته چې رسی هغه یوازینه خود اوس چې کېدی شي کتاب دی. نورالله ما چې د کتابونو څخه لیدنه م وکړم او بس. خیلی خوب. و دنبال چگونه کتاب ها میگردی و از کدام کتاب زیاد خوشت آمد؟ من که میبینم در دستت خوب کتاب های شمس و مولانا و کتاب های شیری میگرده. یعنی اوس که فکر رو که خو ماسر خوشحال خان خطک کتاب دی، خو یو چار بیتی ده خوشحال خان خطک چی وای وی که خو وای موچت همی بد نسی پزل کی کخو ایم چت هم بد نسی پزړه کې، یا بخت د مغلو یا زما ساکل کم دی، او نه بخت د مغلو نه زما ساکل کم دی، دا کول وړ پیری دا چې می کار در هم بر هم دی. دا د خوشحال خان خټک واقعا خیلی خوشحال شدم از آشنایی با تاسو. نه هم چیز مونږه خبرم وای. سلامت باشین، خداحافظ. بیندای عزیز بیان که بریم دو قسمت و یک نفر دیگر هم امرای صحبت های می داشته باشیم، بعدا از حضورتان مرخص میشیم. سلام علیکم کاکا جان، بیایید طرف، میشه اسمت بگویی؟ اسم من فرید آریایی، یک تن از همی دوستان فرهنگ افغانستان. چقدر عالی. خودت بر ما بگو که چطور آمدی به این نمایشگاه و چطور خواستی که از نمایشگاه دیدن بکنی؟ ما اصلا از نمایشگاه خبر نبودم چون فعلا تلویزیونم ندارم، بگم مشکلات تازه روز اولش بود. امروز و روز اولم بود، ما دفتر بودم، ما عضو کمیته سنگای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان هستم که یک تن از هموطنان بدخشان ما را سنگایش همی امارت اسلامی گرفته بودن در راه عوضی دوم. باز من که هیچ آمدم چشمم به کتابخانه خورد، میخواستم تا شوم که این خوب بسیار زیاد مهم است، از او کارام کده مسئله فرهنگ ماست، پیشرفت فرهنگ ماست، انقلاب فرهنگی داریم ما در افغانستان، انقلاب ذهنی داریم، انقلاب اجتماعی داریم. خب با می خاطر میگه کسی که با فرهنگ است با وطن است، اگر کسی که به فرهنگ است وطن هم نداره. دیگه این همیشه که رفتم در اوزه، ما گفتم امی برادرای ما را اگر آزاد میکنه کمی سنگشان، چون من مسئولیت دارم باید یار آزاد کنم. خوب اگر نمیکنه من میرم که اوجه یک فرهنگ دوستای ما برگزار کردن نمایشگاه را. گفت که ما فقط با پاس همی که شما به طرف فرهنگ روی آوردین ما آزادشان میکنیم. اونا را آزاد کردن، آمدیم اینجا پیاده شدم، ما آمدم خدمت شما که از این نمایشگاه دیدن کنم که چقدر برای ما مؤثر است. یعنی ما تشکری میکنم از دولت امارت اسلامی افغانستان با وجود تمام چالش ها و ناباوری های غرب که سر ما آوردن، بازم ما به طرف فرهنگ بسیار قوی در افغانستان پیش میریم. ما دیروز وزارت داخلی سابقه رفته بودم، اموجه یک صد جوان استاد بودن، بلا دمی دستشان زمین کرد میکردن، جور میکردن. اینمی که اگر کل ما مردم
به طرف یک آبادانی کشور ما بریم با توسط فرهنگ میتونیم پیش بریم بدون شک توسط فرهنگ و ایمان ما و ایمان به خدای متعال ما میتونیم وطن عزیز ما را بسازیم بله اینجا یک کتاب ما دیدم شما ببینید این کتاب خو خو خیلی نوشته حسین خدا برایم کافیه حسبی الله خدا برایم کافیست ببینید یعنی خداوند برای ما کافیست ما خدا به حکمت الهی باید بسپاریم اگر بسپاریم نه جنگ داریم نه دیگه تفنگی هست نه کشتاری هست نه اطفال ما یتیم و شهید و زخمی میشن همه اگه ما با هم متحدانه در یک وطن زندگی میکنیم کار میکنیم زحمت میکشیم سلامت باشین خوشحال شدید قربانتان بخیر باشین خیلی خوشحال هستیم که چنین افتخارات در وطن خود داریم یک کتاب در این قسمت متوجه شدم به نام فضایل اعمال که واقعا یک بار شما این کتاب مطالعه کنین که مزه زندگی را باز وقت میفهمین در کتاب قرآن کریم و جان سلام علیکم علیکم سلام سلام بر شما خوب هستین انشالله سلام بانتان خوب هستین میشه نامتان بگوین من اکرامی فندقستانی هستم یکی از فعالان فرهنگی هستم ماشاءالله دیگه انشاءالله امروز آمدیم به دیدن این نمایشگاه بدون تردید که وقتی که بر یک نهال یا بر یک نبات آب به اصطلاح مایه حیاتش هست بله. یک وسیله یا سبب برای بقای حیاتش میشه بدون شک برای اشباع روح فرهنگیان همانو مطالعه است کتاب است داد و ستاده های فرهنگی است که خوشبختانه فرهنگی های ما شخصیت های علم دوست و فرهنگ دوست امروز زمینه را فراهم کردند تا فرهنگی های ما بیان روحشان را اشباع بکنند با دیدن کتاب های متنوع با دیدن ارزش های معنوی که بتوانند حداقل روحشان اشباع شود فکرشان در حقیقت مایه حیات فرهنگی و معنوی دیدگاه و تفکر انسانی همانو کتاب مطالعه است بدون شک امی کتاب را که ما 60 70 و یا 100 افغانی میخریم اصلا ما پول بالای از این نمیتیم اگر ما پول معنوی از این را بسنجیم که خیلی زیاد میشه و امی را که ما میخریم پول ما هیچ وقت هدر نمیره ما میتونیم این کتاب را چندین بار مطالعه بکنیم ما 100 رو پر انترنت مندازیم در یک روز خلاص میشه اما 100 افغانی را کتاب بخری چندین بار میتونی مطالعه کنی بعد از مطالعه خودت میتونی هدیه بکنی به دوستای عزیزت بدون شک یعنی تحقیقات جدید نشان داده که مطالعه مؤثر فقط دیدن یا کتاب حضوری است کتاب فیزیکن که بگیری فیزیکی بگیری به دست این بسیار مؤثر تمام میشه کتاب هایی که به نمایش گذاشته شده واقعا ارزش معنوی دارن نسبت به ارزش مادی ما چندان پول نمیپردازیم نسبت به خرید کتاب ها و امیدوار هستم که امروز روز اول نمایشگاه کتاب از شما هم بیاین در این نمایشگاه و از این نمایشگاه دیدن بکنین خریداری بکنین ماه مبارک رمضان را پیش رو داریم قرآن عظیم شان شما هدیه بکنین و در طول سال و در طول ماه مبارک رمضان که بهترین فرصت به ما شما مسلمان ها است استفاده بکنیم و مطالعه داشته باشیم به عنوان حرف آخر خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار خوشی هایتان پایدار لبخندتان ماندگار به امیدی دیدار الله نگهدار